بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به نشست ادبی انجمن بیدل خوش آمدید. 83 نشست رو ما شاهد هستیم که یک بار دیگر در خانه فرهنگ استادان و پژوهشگران زبان فارسی و شیفتگان این عرصه ادب کنار هم جمع شدند. من عرض ادب دارم خدمت استادان فریخته و ارجمند که اینجا حضور دارند و همچنین مهمانان گرامی و فارسی آموزان محترم. درخواست میکنیم در اول برنامه از آقای دکتر علیرضا که تشریف بیارند و با تلاوت آیات چند بر معنویت این برنامه بیفزایند. در خدمت جناب دکتر علیرضا هست. ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ سب یہ ایریا دکھ رہا ہے، وہ خالی دکھ رہا ہے، مناسب نہیں لگ رہا ہے درست. اگر آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیں گے تو کیا مسئلہ ہے. خیر جی، ممنون. در خدمت جناب دکتر محمد علی ربانی رئیس محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستیم که
با فرمایشات خیر مقدمی ما رو همراهی کنید. در خدمت شما هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استعین بنام خداوند جان خرد از رو و تنمیشه بر نظر عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران سران گرامی اساتید معزز و تشکر از این دعوت دوستان رو جنابات تشکرگزاری رو و واجب فرهنگی پذیرفتن و در این روز که به نام زبان فارسی و فردوسی بزرگ بر ما منت نهادن و تشریف آوردن تبریک عرض میکنم این روز بزرگ رو به همه شما خادمان و اساتید و دانشجویان زبان فارسی. خب طبیعتا زبان یک نمادی و یک شاخصی از تفکر، فرهنگ، اندیشه، تمدن، تحولات اجتماعی هر جامعه است و اگر شما بخواید این جامعه رو به خوبی بشناسید یکی از سازگاری اصلیش مطالعه ادبیات و این ادبیات طبیعتا ویژگی هایی داره که زبان فارسی هم عنوان زبان های قدیمی، استوار و شناخته شده در اثر نیرومندی از این ویژگی ها خوبی برخوردار. زبانی که توانسته این تحولات تاریخی رو طی بکنه و پس از قرن‌های متمادی استوار باقی بمونه و علی‌رغم فراز و فرودها و تهاجماتی که صورت گرفته چه قبل از اسلام دوره مدنی‌ها و عرب‌ها و مغول‌ها به خوبی از خودش حفاظت بکنه و نه تنها حفاظت بکنه که مهاجم رو هم این قابلیتش داشته که درش تغییرات فرهنگی و تمدنی بده که نمونه ها شما در مغولان که بعدا مهاجرت کردن به هند شاهد بودیم که این قدرت فرهنگی زبان فارسی بود که از مغولان وحشی عناصر هنری فرهنگی و متمدن ساخت و این تداوم تاریخی و این گستره تأثیرگذاریش در مخاطب دیگر از ویژگی‌های زبان فارسی است و شاید هم بی‌نظیر باشه. شما علاوه گذشت قرن ها امروزه در اروپا یکی از آثاری که پرفروش‌ترین آثار آثار مربوط به ادبیات فارسی است، هم از جهت فراخوان در ترجمه و مخاطب می‌بینیم که بیشتر از زبان‌های دیگر خواننده و کس مراجع کننده داره و مضاف بر اینکه ظرفیت بی‌نظیری که در بروز احساس شاعرانگی داره شاید کمتر زبانی باشه شما پیدا بکنید مثل زبان فارسی که این امکان رو برای انسان فراهم داره که احساس شاعرانگیشو بتونه در قالب واژگان منعکس بکنه و این ویژگی ویژگی خاص زبان فارسی است. ولی اجازه بدید بنده دو نکته رو به عنوان رایزن فرهنگی از ویژگی های زبان فارسی که متناسب با شرایط امروز هست اشاره بکنم. خب امروز یه بحثی است بین علمای علوم اجتماعی که هدف از آموختن و دانش آیا داشتن هاست یا شدن هاست. تو هر پرتوبی یعنی شما زبان انگلیسی می آموزید که یک مهارتی رو یاد بگیرید و بر اساس اون مهارت این امکان برای شما فراهم بشه که شما به یک معیشت و زندگی بهتری برسید. این یک طرز تفکری است که بسیار هم رایج شده در دنیای امروز. یعنی این نگاه حتی در تحلیل‌های امروز در بحث توجیه اینکه آیا زبان فارسی در هند چرا افول کرده یکی از پاسخهایی که به شما میدن همینه. یعنی زبان فارسی رو در اون قالب داشتنها تعریف میکنن، میگن چون زبان فارسی برخلاف گذشته امکان معیشت افراد به امروز فراهم میکنه لذا این رغبت در خیلی ها وجود نداره که بیان زبان فارسی یاد بگیرن. ولی خب یه رویکرد دیگری هم هست در اینکه زبان فارسی و بسیاری از علوم ماهیت و قابلیتش شدن هاست. تو بی یعنی شما فرهنگ رو می آموزید، زبانی رو می آموزید
و شعر رو یاد میگیرید که منجر به یک تحول انسانی در شما بشه. و این ویژگی در زمان فارسی بیش از همه زمان‌ها به جهت بار فرهنگی، اخلاقی و معنویش فراهمه و این رو این قابلیت رو در طول تاریخ هم نشون داده. این هر جا زبان فارسی اتفاق افتاده و عناصری رفتن یاد گرفتن، اولین اتفاق تحولی بوده، هم مثالی که زده بودن. ولی همین مقالان وقتی میان تو فضای فرهنگی ایران و با ادبیات فارسی که آشنا میشن، تبدیل میشن به یک عناصر منعطف، سازگار، اخلاقی و انسانی که منشأ بسیاری از تحولات نه در شبر قاره در آسیای جنوب شرقی، شما هر جا ردپاهایی از توسعه زبان، فرهنگ و تمدن ایرانی میبینید، عناصر مغول درش نقش داشتن. اون این قابلیت یک زبانه در این که میتواند خوانندش رو مسیر تحولات انسانی و فکری و فرهنگی رو درش منعکس میکنه و ازش بهره شدنها رو مدرکنه. اون نکته خیلی حائز اهمیت است. و یک ویژگی دیگری که به هر حال اونم شاید منبعث از این شاخصه و ویژگی اول باشه، گفتگوگری در زبان فارسی است. و شما ببینید امروزه یکی از مصیبت‌های اصلی که بشر رو دچار بسیار از چالش‌ها کرده، منیت‌هاست، فرد‌هاست، آدم‌هاست. شما ببینید انسان‌ها با هم گفتگو می‌کنند، ولی این گفتگوی منهاست، نه ما. گفتگو برای تفهیم دیگری است. یعنی شما سخن میگی که دیگری طرز تفکر شما رو به عنوان یک من بفهمه یا اندیشش رو درک بکنی که در چارچوب منهاش استفاده بود. این منهاست که در کنار هم قرار گرفته و فضای مجازی هم امروز توسعه داده این منها رو. و در حالی که زبان فارسی و ادبیات فارسی یک ماهیت جمعی و اجتماعی داره، لذا بر اساس اون تشویق میکنه به گفتگو. شما همه عناصر رو در زبان فارسی در اشعار، یعنی اون است منجر بسیاری از چالش ها و منازعات شده، در حالی که گفتمان ادبیات فارسی نیست. گفتمان ادبیات فارسی شدن هاست. گفتمان ادبیات فارسی پیریزی یک نظام گفتگوگری است بین انسان ها، نه تنها با انسان، بلکه انسان با نظام هستی، با محیط خودش، با حیوانات و با همه چیزی که باش در تعامل با خداوند خودش. خب فردوسی به عنوان یک نمادی از یک انسان خردمند مسلمان ایرانی این هر دو ویژگی رو داره. خب تمرکز اصلی فردوسی به خردگرایی است. شما یعنی تمام داستان پردازش ها، سفارایی هایی که در شاهنامه فردوسی است تصویر این حقیقته که انسان از خردمندی به شدن ها باید برسه و در این فضای تقابل بین خیر و شر. و جالبه که دامنه این گفتگوها رو فردوسی توسعه داده. یعنی شاید توی ادبیات فارسی در بین مولانا و خیام و حافظ شما کمتر ببینید گفتگو بین دوست و دشمن خیر و شر اتفاق داشت، ولی در شاهنامه فارسی حتی توصیه کرده به عنوان انسان خردمند که بین خیر و شر، بین انسان و خوبت هم اگر گفتگوی اتفاق بیفته حاصل خوبی خواهد داشت. خب امروز درس بزرگی است. امروز مصیبت عمده بشر همینه، این منیت هاست و فارغ شدن از یک تجربه است که به هر حال اندیشمندان خردگرای مثل فردوسی تجربه کردن، توصیه کردن. و فردوسی جالبه که مبنای همه تحولات انسانی رو خرد میدونه، یعنی خرد رو پایه و اساس حتی دین، یعنی اول خردمندی بعد دین داری. نکته خیلی عجیبی است و با همون نگاه خردمندانشی که آمد یک نقطه اتصال مشترکی بین ایران باستان و اسلام داره و این خیلی بسیار زیرکانه است. و ما یه مشکل داشتیم بعد از انقلاب، شور تحولات بعد از انقلاب بعضی از دوستان انقلابی رو بر این توجیه واداشت که اون چیزی مربوط به گذشته است ارتباط چندانی با ما نداره و ما باید بنای نوعی رو بسازیم، در حالی که
خب اختزای خردمندی این است که ما از ظرفیت تمدنی، از ظرفیت فرهنگی گذشته در مسیر ترویج و تحلیل ارزش‌های دینی انقلاب خودمون رو باید استفاده بکنیم و خوشبختانه این اتفاق افتاده. لذا این نکته بسیار مهمی است و درس است که فردوسی به همه ما میده که در حال راه علاجی است برای همه انسانیت مسیر شدنها، مسیر گفتگوگری و مسیر خردمندی. این کلیدواژه‌های اساسی است که شما در شاهنامه می‌بینید و طبیعتاً درس بزرگی است برای همه ما که استفاده می‌کنیم. هر جامعه که مسیر رو پیش رفته، مسیر تعالی و ترقی رو پیش رفته، شما دوره‌های درخشش تمدن‌ها رو بررسی بکنید می‌بینید که دلیل عمدش این بود که در اون دوره از تاریخی آدم‌ها فهمیدن که خردمندی، گفتگوگری و شدنها مسیر اصلی تکامل، توسعه و پیشرفت جهان است. به هرچه فاصله گرفتیم، متأسفانه شاهد اتفاقاتی هستیم که امروز شما میشنوید که در حال هر روز شیپور جنگ بیشتر نواشته میشه و متأسفانه مراجعات بشری توسعه دامنش توسعه بیشتری پیدا میکنه. به جهت همین منفعت طلبی های فردگرایانه است، این تفکر جمعی نیست و هر کس بخواد به نفعی برسه که دیگری رو محروم کنه از اون نه. به هر حال ممنونیم، امروز یه فرصتی است که در خدمت شما عزیزان و اساتید بزرگوار باشم. البته در امروز یه اتفاق فرهنگی دیگه ایم داریم، دست دونمایی از هفته جلد فرهنگ آریانه. خب یکی از کارهای فاخر ارزشمندی که در هند اتفاق افتاد به همت اساتید بزرگ و دوستان، بحث تدوین فرهنگ چهارزبانی آریان بود. انصافا کار بسیار ارزشمندی بود که سالهای طولانی اتفاق افتاد و امروز ما هفتمین جلد رو به همت جناب آقای دکتر جانشکر و همتونهای کلبری داریم و ابتدای فرهنگ سه زبانه ای رو که از آقای دکتر آصف مینانتش بردن من ایشون هم همت کردن برای انتشار منبع فرهنگی و ادبی. به حال ممنونیم از تلاش همه دوستان و عزیزان. امیدواریم که انشاءالله به همتشون این مجموعه هرچه زودتر کاملتر بشه و به عنوان یک منبعی در دسترس همه اساتید و دانشجویان تحقیق قرار بگیره. خیلی مجدداً تشکر میکنیم از حضور گرم همه شما عزیزان. امیدواریم که انشاءالله این برنامه‌های ما رو به واقع استفاده باشه و در محضر اساتید امروز ما در خدمت آقای دکتر خالقی از اساتید بزرگوار زبان فارسی هستیم. آقای دکتر خاتمی که ایشون کنم خیلی از دوستان بشناسن چون از چهره‌های برجسته ادبی و اهل فضل دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران هستن، رئیس مرکز توسعه زبان فارسی دانشگاه بهشتی و رئیس دانشکده علوم اصول ادبیات. ما بهره خواهیم گرفت از سخنان ایشون انشاءالله بعد از صحبت های من در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنون. خیلی ممنون جناب دکتر علی ربانی رئیس محترم فرهنگی. آقای دکتر خاتمی شما صدای ما رو دارید؟ بله در خدمتتون هستم. قبل از اینکه ما بریم سراغ فرمایشات شما، من اول بدونم که در این جمع ما کسی رو داریم که از فرمایشات آقای دکتر بهره نبرده باشه یا من نفهمیده باشه؟ فکر میکنم که همه فهمیدن. اگر لازم باشه من حاضرم یه خلاصه ای رو به زبان اردو بگم برشون. باش چشم. چی که شما دست دارید فلزم رو بودم که اگر. خب در خدمت جناب دکتر خاتمی رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم که شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی تهران در خدمت جناب دکتر خاتمی هستیم. خیلی متشکر و ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم به
حضار محترم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمت شما هستم، تشکر میکنم از همه عزیزانی که در برگزاری و تدارک این جلسه و مناسبت پاسداشت روز زبان فارسی و تسجیل و تکریم از مقام شامخ فردوسی همت کردن. جناب آقای دکتر برهانی عزیز و همکاران ارجمند و عزیزشان وطن در این برگزاری سهم بسزایی دارن، سپاسگزاری مجدد دارم و امیدوارم که با همدلی و همراهی که بین استادان ایرانی و استادان هندی وجود داره، ما بتوانیم سال به سال بر رونق این گونه مجالس بیفزاییم و زبان فارسی را در جایگاهی که باید و شاید قدر بدانیم و با زبان فارسی کارهای مشترک و فرهنگی عمیقی را انجام بدهیم. خب من سعی میکنم در زمان محدودی که فرمودن ۱۲۰ این عرایزم رو به سمتون برسانم. استفاده کردیم از صحبتهای جنوبای دکتر رحمانی. من برای اینکه جمع‌بندی نهایی بتونم داشته باشم و ضمناً سعی میکنم کمی آرامتر صحبت کنم تا دوستان دانشجویی که تازه دانشجوی زبان فارسی شدن هم متوجه روند بنده بشوند، مطالب رو به صورت اجمال و اختصار خدمتتون هست. خب در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران حملات و هجمه‌های فراوانی به ایران شده است که شاید مهمترین و تأثیرگذارترین و حمله اعراب مسلمان به ایران بوده است و همچنان که استادان محترم می‌دانند این تصرف اعتقادی و حمله ایدئولوژیک با استقبال ایرانیان هم روبرو شد و به سرعت اسلام در بین ایرانیان رواج پیدا کرد و ایرانیان جزو محدود کشورهایی هستند که با تیب خاطر و با سعه صبر و خواستگاری و خواهندگی خاص خودشون به اسلام گردن نهادن و اسلام رو پذیرفتن و به اسلام خدمات شایان ذکری هم کردن. در این واقع و واقعاتی از این دست مهمترین مسئله‌ای که مورد توجه قرار میگیره و در خطر جدی قرار میگیره بحث زبان است. زبان رمز هویت ملی است و اگر بناست که کشوری در تصرف یا ملتی در تصرف ملت دیگر در بیاید، قطعاً آسیب‌پذیرترین رکن و عنصر عنصر زبانی است. بنابراین توقع می‌رفت که زبان فارسی هم مانند سایر ملتی که اسلام در آنجا حضور و ظهور پیدا کرده و به عربی تعبیر پیدا کرده. اما این اتفاق در زبان فارسی و برای فارسی زبان نیفتاد. علت این مطلب به نظرم چند نکته است که اجمالاً عرض خواهم کرد. یک نکته این است که به هر حال اتفاقات سیاسی و اجتماعی خاصی رخ داد و سبب شد که پایه‌های گرایش به زبان فارسی همچنان محکم و استوار بماند. از جمله سخنی است که یعقوب لیث صفاری نقل کردند که به شاعری که متن او به زبان عربی گفته بود پاسخ داد که سخنی که من در نمی‌یابم چرا باید گفتن؟ خب این حرف ممکن است که حرف آسان و ساده و صافی در ذهن و فکر ما امروز بنشیند،
اما حقیقت این است که این حرف بر زبان یک انسان قدرتمند در روزگار خودش و تشویق و ترغیب شاعران به سرایش شعر به زبان فارسی تأثیر به صدای دیگران میشد. بنابراین یک عامل میتواند از این نوع عوامل باشد، عوامل اجتماعی سیاسی که جسته و گریخته در گوشه و کنار ایران سر برآورده است. نکته دیگر، عرق ملی ایرانیان به زبان پیش از اسلام، زبان فارسی، زبان فارسی ایران، زبان پهلوی و مانند اینها. خب همطور که مستحضرید تا قرن پنجم بلکه در اوائل قرن ششم حتی زبان پهلوی در بین ایرانیان رایج بوده است و بعداً در مناطق مختلفی مردم به زبان پهلوی سخن می‌گفتند، به زبان پهلوی حرف می‌دادند و گهگاه مکتوب‌های و نوشته‌هایی از قرن پنجم هم مشاهده شده است و کشف شده که به زبان عربی و به زبان پهلوی توأمان یادداشت‌هایی در بنیان‌ها شده است. بنابراین وابستگی و عرق ملی به زبان پهلوی هم میتواند سبب بازماندگی زبان فارسی بعد از حمله اعراب مسلمان به ایران تلقی بشود. نکته دیگر این است که شاعرانی مثل انوری، مثل عنصری و دیگر شاعران در این ردی زمینهایی را فراهم کردند که زبان فارسی بتواند خودش را در جایگاه که بوده است حفظ کند. و نکته دیگری که در حفظ و صیانت از زبان فارسی بسیار بسیار حائز اهمیت بود، روی کار آمدن سامانیان و دستور امیر سامانی برای ترجمه تفسیر طبری است. خب مستحضری که تفسیر طبری جامع تفسیر جامع قرآن کریم و اولین تفسیر جامع قرآن کریم و این تفسیر در بین مسلمانان از روز تعلیق تا امروز روز مورد ارجاعات فراوان و مورد استنادات مکرر بودند. بنابراین وقتی شما صحبت از تفسیر طبری میکنید یک تفسیر عربی است که چه طبری ایرانی اما تفسیر خودش رو به زبان عربی نوشته. به دستور امیر سامانی مجددی از علمای ماوراءالنهر گرفته می شود و تفسیر طبری با همه حساسیت که مسلمان ها به ترجمه قرآن کریم داشتن به زبان فارسی ترجمه می شود. این اتفاق به نظرم اتفاقی کمال صدور شاهنامه از جانب فردوسی نیست. به نظرم این اتفاق رهگشای یک جریان علمی دینی برای حفظ زبان فارسی است. خب، عرض کردم حساسیت ها نسبت به ترجمه قرآن فراوان و تلاش خردمندانه و حکیمانه امیر سامانی برای گرفتن فتوای علمای دین مبنی بر مجاز بودن ترجمه قرآن که تفسیر طبری اتفاق بسیار بسیار بزرگ و تاثیرگذار شد. حتی بعد از تفسیر طبری و ترجمه که انجام شد اتفاقات دیگری در حوزه قرآن افتاد و اون ترجمه های قرآن کرد. امروز به نظرم یکی از منابع بسیار بسیار مهم و حساس در حفاظت و صیانت از زبان فارسی گنجینه ای از برابر نهادها
گنجینه ای از معادلهای زبان فارسی در برابر کلمات و واجبات و ترکیبات و اصطلاحات زبان عربی ترجمه های قرآن کریم که نباید از اونها قفلت کرد. اتفاق دیگری که افتاده است ترجمه تاریخ طبری و تألیف و ترجمه تاریخ بلعمی است که این هم مخزن و ذخیره بسیار ارزشمندی از کلمات و اصطلاحات فارسی و انتقال آنها به دوره‌های بعد. از این دست نمونه ها ما برای حفاظت و صیانت زبان فارسی خوشبختانه در تاریخ ادبیات خودمون داریم و اینها کم هم نیستند. اما یک اثر شاخص و برجسته ای که اسمش با زبان فارسی پیوند خورده است و هر وقت نام شاعری به نام فردوسی و اثری به نام شاهنامه در ذهن می نشیند به دنبال خودش زبان فارسی رو هم تداعی میکنه و گویی که زبان فارسی فرزند شاهنامه و شاهنامه فرزند زبان فارسی، این اثر بلا منازع و این اثر جاودان و ارزشمند فردوسی با عنوان شاهنامه است. شاهنامه فقط پاسدار زبان فارسی نیست، شاهنامه پاسدار فرهنگ ایرانی است، شاهنامه جامع علوم زمان خودشه. در حوزه های مختلف امکان دستیابی به موضوعات متعدد در شاهنامه محدوده. شاهنامه علاوه بر جنبه های زبانی جنبه ادبی بسیار قوی دارد که مجال بحث فعلاً نیست. علاوه بر این دو جنبه علمی کتاب شاه، تحلیل ابتدایی شاهنامه حتی میتواند به ما این شهادت را بدهد و این اطمینان خاطر را ببخشد که مجموعه ای از علوم و فنون روزگار فردوسی در شاهنامه جمع است. و علاوه بر این شاخه اخلاق، کتاب اخلاقی است، نصایح فراوان، اندیشه‌های انسانی بسیار بسیار عمیق و درست در شاهنامه فردوسی وجود دارد. فردوسی کتاب خودش رو میتواند به عنوان علم الاجتماع هم معرفی کند. علوم اجتماعی، رفتارهای مدنی، جامعه انسانی در شاهنامه فردوسی بسیار بسیار برجسته است. علاوه بر اینها مباحث مربوط به کلام و اعتقادات، یعنی شاهنامه کتاب دینی هم هست، یک کتاب حماسی هم هست، یک کتاب اسطوره‌ای هم هست، یک کتاب حکمی هم هست. همه اینا حکمند اجمال و به اختصار به علت دید و اشاره می کنم مبسوطاً در ساعات و روزها قابل بحث و بررسی. اندیشه های کلامی فردوسی کم از اندیشه های کلامی مولوی نیست به لحاظ کمیت و حد، منتها اندیشه های فردوسی در حوزه کلام شیعی و اندیشه های مولوی در حوزه کلام اشعری قابل بحثند. اما به لحاظ جایگاه چون این کتاب یک اثر حماسی معرفی شده است، ما از جنبه های دیگر این اثر غفلت کرده ایم
نیاز است که احتمال کنند استادان محترم در ایران و در هند و هر کدام گوشه از این راه رو به تحلیل و تفسیر بپردازند و وجوه و جنبه های دیگر اون رو هم نشان بدن. یک شاخصه دیگری هم داره فردوسی و شاهنامه او و اون این است که رابط بین پیوند ایران پیش از اسلام و ایران بعد از اسلام هست و این جز نکته جز هم چیزیست که جناب آقای دکتر رفا می‌فرمودند که پیوند فرهنگ ایرانی با اسلام، اون هم درسته، اون هم در جای خودش حارز اهمیته. من به نکته دیگری اشاره کنم و اون پیوند فرهنگ ایرانی با فرهنگ ایرانی پیش از اسلام با فرهنگ ایرانی بعد از اسلام هست. یعنی ما انقطاع فرهنگی پیدا نکردیم، ما گسستگی فرهنگی پیدا نکردیم به سبب ظهور اسلام. فرهنگ ایرانی در قالب حماسه ها، در قالب اسطوره ها، در قالب داستان ها، در قالب تمثیلات توسط فردوسی و شاهنامه به دوره اسلامی هم منتقل شده است. البته رنگ و بوی دینی و اسلامی هم پیدا کرده است. بنابراین میخوام عرض کنم که این عواملی که عرض کردم همه در شکل‌گیری زبان، احیاء زبان و رواج و روان شدن زبان فارسی دخیل بودن و دخیل هم هستند. امروز ما مدیون همه این آثار. امروز از عوامل تاثیرگذاری که عرض کردم الا و بلا ما چاره ای نداریم که دوست در برابرشون تحسین کنیم، تحسین کنیم، کار بزرگ و سترک آنها رو بسداریم، به دلیل اینکه اگر آنها امروز آستاری میکردن ما شاهد غروب و ظهور این همه شخصیت علمی و فرهنگی و تاریخی و ادبی و زبانی و لغوی و اینها در سرتاسر منابج فارسی زبان نبودیم. علمای هند که به زبان فارسی نوشتند، علما و دانشمندان هندی، پاکستانی، زبانهای مناطق دیگر که فارسی بود و فارسی سرافتند، شاعران برجسته هندی، همه مدیون شاهنامه هستند، همه مدیون شاهنامه هستند، همه مدیون انوری هستند، همه مدیون اشراف یعقوب لیث صفاری هستند، همه مدیون سامانیان هستند. اینها یک شبکه به هم پیوسته ارجمندی است که تعمدن یا به صورت اتفاقی در تاریخ ادبیات ما شکل گرفتند. همه شاعران ایرانی مدیونند. واقع مطلب این است که اگر شاهنامه نمی بود و اگر فردوسی چنین احتمالی نمی کرد یا اگر سامانیان تاریخ طبری را ترجمه نمی کردند، تفسیر طبری را ترجمه نمی کردند، اگر مترجمان قرآنی با اون دقت و وسواس به مسئله زبان فارسی نمی پرداختند، ما از کجا می توانستیم حافظ داشته باشیم؟ حافظ با همه شیرین زبانی ها، با همه نمکی که در شعر داره، با همه لطافتی که در بیان مطالب داره، مدیون این جریان. مولوی در مثنوی در غزلیات شمس با همه شیرینکاری ها و شورا و فلیمی هایی که داره مدیون ثنایی عطار و دیگر و دیگر و دیگر. بنابراین میخوام عرض کنم که پاس داشت زبان فارسی
شاخص‌ترین عامل و مهمترین عنصرش شاهنامه است. اما شاهنامه به تنهایی نیست. علاوه بر شاهنامه عوامل دیگر ریز و درشتی در کار آمدن و شاهنامه را کمک کردن. به شاهنامه هویت بخشیدن، به شاهنامه استوار و استحکام بخشیدن و شاهنامه را در جایگاهی قرار دادن که ما امروز از اون به عنوان شناسنامه زبان فارسی ما از شاهنامه فردوسی به عنوان دلیل تمدنی ایرانی یادیم. امروز شاهنامه فردوسی یک اثر جهانی است. شاهنامه فردوسی امروز پیوند انسانی را ترویج میکنه. امروز در کنار هومر شاهنامه، در کنار ایلیاد و اودیسه، شاهنامه در کنار محاورات و آثار دیگر برجسته جهان. بنابراین شاهنامه با همه عظمت در خدمت زبان فارسی و البته که زبان فارسی هم در خدمت شاهنامه و در خدمت آثار دیگر این زبان چه در بین ایرانیان، چه در بین غیر ایرانیان به فارسی بود و فارسان فارسی بدید وجود داشته. شاهنامه و فردوسی یک خاصیت دیگری هم دارند به دلیل همین جهانی بودن و جهانی شدن و اون خاصیت این است که همیشه مطرح است. شاعران دیگر ما مثلا نظامی، مثلا حتی مولوی، حافظ فصلی هم قرنی هم مثلا الان روزگار توجه به مثنوی خیلی خوب. ما در 100 سال پیش اینقدر مثنوی عام و مثنوی شناس و مثنوی پژوه نداشتیم در دنیا، حتی در خود ایران. اما امروز یک رویکرد خاصی ایجاد شده است که توجه ها همه رفته به سمت مولوی. چند دهه پیش نسبت به حافظی همچین وضعی. اما شاهنامه یک اثری است که همواره همیشه ارادتمندان خودش رو، علاقمندان خودش رو داره و همواره در همه محافل و مجالس بر سر زبان هاست. به این نکته یادآوری کنم که از زمان سرایش شاهنامه تا امروز به طرق مختلف شاهنامه در محافل و مجالس عمومی حاضر بودن. نقالی در شاهنامه، نقالی شاهنامه، هر بخوانی از روی داستانهای شاهنامه از زمان خود فردوسی تا روزگاران بعد و حتی در روزگار ما به صورت یک امر فانتزی و تصدیقی مورد توجه بوده و هر مردم از طریق تصاویر، از طریق قصه ها، از طریق پرده‌خوانی ها، از طریق نقالی ها با شاهنامه ارتباط برقرار می کردن. ارتباط با شاهنامه یعنی پاسداشت زبان فارسی، ارتباط با شاهنامه یعنی تقویت زبان فارسی، یعنی استحکام زبان فارسی. بنابراین این نکته رو باید در ذهن سپرد که شاهنامه با آثار دیگر، حتی با مثنوی و دیوان و حافظ و خسرو شیرین و نظامی و ریلی و مجنون و دیگران متفاوت است، به خاطر اینکه شأن پاسداری از زبان فارسی بوده و اون کارکرد برجسته و شاخصش کارکرد حفاظت از زبان فارسی تلقی شده. ایرانیان به فردوسی میبالند و حق هم دارند، به خاطر اینکه فردوسی هویت اونها را حفظ کرده، شاهنامه هویت اونها را حفظ کرده. به این نکته اشاره کنم که ایرانی ها به سبب دینی هم به شاهنامه تعلق خاطر دارند.
ایرانی ها به سبب مذهبی هم با شاهنامه فردوسی پیوند دارند. یعنی شاهنامه فردوسی کتاب اعتقادی هم هست، علاوه بر اینکه مبانی ملی را و ملی گرایی را تحکیم می‌کند، مبانی دینی را هم استحکام می‌بخشد، مبانی مذهبی را هم استحکام می‌بخشد. خب می‌دانید که شاهنامه فردوسی در واقع مباحث اعتقادی و کلامی خودش رو در مذهب تشیع رواج داده است و یکی از علل گرایش ایرانیان به مفاهیم و مضامین شاهنامه فردوسی شاید این پیوند عمیق مذهبی بین فردوسی و عموم ایرانیانی که در مذهب تشیع رفتار می کنند. بنابراین این کتاب شاهنامه به جهات مختلف و از ابعاد مختلف قابل تأمل و توجه است و یکی از این مطالب و مباحثش هم همین است که یک کتاب نمردنی است، یک کتاب فراموش نشدنی است، یک کتاب فراملیتی، کتابی که امروز در همه نقاط جهان به دید احترام با اون میگرن و با دید احترام را میخوانند، تحقیر کنند، توجهش میکنند و به همین جهت یک کتاب جهان شموله و از این بابت هم مایه افتخار و عزت ایرانیان و همه فارسی دوستان و فارسی خانان و فارسی دانان از بخش عظیم از اونها در کشور بسیار عزیز و گرامی و متمدن این دوستان وجود دارند و ما همواره به شخصیت‌های علمی و فرهنگی و شاعران به نام و شاخص کشور هند احترام می‌داریم و احساس نزدیکی، صمیمیت، پیوند فکری و فرهنگی و ادبی با دانشمندان و اندیشمندان و شاعران و مورخان و نویسندگان هندی داشته و داریم و امیدوارم که در آینده این نشان از تعلق خاطر و وابستگی های فکری و فرهنگی فزونی پیدا بکنه و بتوانیم در کنار یکدیگر به زبان فارسی، به فرهنگ ایرانی، به فرهنگ هندی، به فرهنگ اسلامی انشاءالله بیشتر خدمت کنیم. از اینکه مصدق شدم و وقت شما رو گرفتم خیلی عذرخواهم. اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم و الا استفاده میکنم از ادامه برنامه. خدا یار و نگهدار شما. بسیار سپاسگزاریم جناب استاد خاتمی. از فرمایشات ارزشمند شما بهره بردیم. اگر سوالی هست دوستان، اگر سوالی هست در پایان برنامه میتونیم سوال رو داشته باشیم. امیدوارم که آقای دکتر هم قطعا تا پایان برنامه هستن و انشاءالله از نظر شما هرچه بیشتر استفاده کنیم کمتر. همونطوری که میبینید برنامه موضوعش روز گرامیداشت فردوسی است و روز پاسداشت زبان فارسی. خب این دو تا محور اساسی برنامه که امروز شاهدش هستید انصافا بسیار موضوع مهمی است و حتی یکی از این موضوع ممکنه مثلا یک برنامه و کتاب و کنفرانس مفصل‌تری رو می‌طلبه که بهش پرداخته بشه. من با توجه به این موضوع دیدم که یک شعری رو دارم که خیلی خلاصه سنخیت داره که الان امروز بعد خونده بشه. قبل از اینکه بریم سراغ پرده خوانی یا شاهنامه خوانی توسط آقای محمد شهباز که اگر اینجا تشریف آوردند حتما در خدمتشون خواهیم بود. آقای محمد شهباز نامی که قرار شاهنامه خوانی رو اینجا اجرا کنه. من قبل از ادامه برنامه یکی از اشعار ناقابل خودم رو که تحت عنوان ای زبان پارسایان سرودم و در یکی از برنامه قبلی هم خوندم، اینجا دیدم که بیشتر سنخیت داره، اینو برای شما قرائت میکنم. ای زبان پارسایان، ای زبان پارسی، قلب پاکان جهان است آشیان پارسی. شعر فردوسی و مولاناست گر نبض و نفس، شعر شیخ و خواجه چون روح و روان پارسی.
در نهاد گشته و هر روز میگردد جوان، تازه تر از دیست گویی واژگان پارسی. آسیا و شرق و غرب و هند و ایران شاهدند، آسیا و شرق و غرب و هند و ایران شاهدند بر غنا و قدرت و تاب و توان پارسی. هر که اصلی پارسا دارد بیاید سوی ما، هر که اصلی پارسا دارد بیاید سوی ما. هست اندر هند پنهان یک جهان پارسی، دست استعمار گرمانه نبود امروز بود، دست استعمار گرمانه نبود امروز بود. نام خاک پاک ما هندوستان پارسی. خاطرم جمع است و قلبم مطمئن گر بعد از این، خاطرم جمع است و قلبم مطمئن گر بعد از این، فکر و فرهنگم بماند در امان پارسی. من با همین اشعار دعوت میکنم از جناب آقای محمد شهباز که اگر اینجا حضور دارن تشریف بیارن و برنامه شمامه خانی رو داشته باشیم، که اگر همیشون حضور ندارن درخواست میکنم از سرکار خانم هاشمی که تشریف بیارن و در رابطه با فردوسی و اندیشه فردوسی و شمعی از بحث فردوسی شناسی رو اینجا برای ما خلاصی به منصه شهود دارن. در خدمت سرکار خانم هاشمی هستیم. اگه دوست داری میتونی تشریف بفرمایید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام خدمت همه شما دوستان و مهمانان گرامی. به بهانه روز بزرگداشت حکیم فردوسی طوسی، شمعی از اندیشه شکوفای این شاعر بزرگ فارسی‌گو رو که به قلم دخترم فرزانه شکرالهی دیروز در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ ایران به چاپ رسیده براتون می‌خونم. فردوسی نامی فراتر از یک شاعر است. او مرزهای شعر را گسترده و افق‌های روشن اندیشه را در نوردیده است. شاهنامه پژوهان از قوت و قدرت زبانی او بسی گفته، وجوه مختلف شعر و شخصیتش را کاویده و جان کلام را بیرون کشیدند. نگارش این سطور اما از آن روز تا در چنین روزی که تقویم به نام او متبرک است، درس‌های بزرگی را که به ما آموخته به درباره مرور کنیم. شعر او گرچه روایتگر حماسه است، به هیچ وجه از مایه های عاطفی خالی نیست. مرام و مسلکش چراغ راه است و نگاهش به روزگار و انسان ستودنی. پیش و بیش از همه پیوند نام او با پروردگار جهان و ستایش اوست که تأمل خواننده را برمی انگیزد. پروردگاری که سراسر نور و زیبایی است و نیایش با او روشنی دل و جان آدمی. این لحظات درخشان خواه از زبان شخصیت‌های داستان و خواه از منظر راوی از ساحات پربسامت تأثیرگذاری است. جای جای شاهنامه عطر خوش آن به مشام جان می‌رسد. به یزدان گرای و به یزدان پناه، برانداز زو هر چه باید بخواه. جزو را مخان کردگار سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. در ساحات دیگر سخن نیست و اسمای او ابداً دم دستی نیست. یکی از درخشان‌ترین ابیات عاطفی شاهنامه وصف فردوسی است از تهمینه، آنگاه که برای نخستین بار پا به جهان رستم می‌گذارد. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. تهمینه را انتزاعی و فرامادی وصف می کند، آنچنان که گویی او متعلق به جهانی دیگر است.
آنجا که باید از لحظات عاشقی بگوید، صدایش از پس پرده‌های شرم و حیا به گوش می‌رسد. عفت زبانش از روحی پاکیزه مایه می‌گیرد. می‌گویند محبوبی ملازم محجوبی است و گویی این پوشیدگویی‌های زیبا در شاهنامه به روشنی با خوی و خصلت و اصالت ایرانی همسوست. کیفیات عاطفی نیز در شاهنامه رنگ خاصی دارد. در غمنامه رستم و سهراب که براسی یکی داستان از پراب چرش، آنجا که روزگار فریدگار سهراب را به نبرد رستم می کشاند، پسر بیان که پدر را به نام و نشان بشناسد به او می گوید دل من همی بر تو مهر آورد، همی آب شرمم به چهر آورد. و اینگونه سلسله های جنون را در خواننده می جنبانند. شگفتا که هر بار خواندنش زخمی تازه است. فردوسی شاعر خرد است. جای جای شاهنامه از فرزانگی و دانش‌دوستی می گوید. در دیباچه در بخشی منحصر به ستایش خرد چنین می سراید: خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. او خردمندی و شادمانی را دو سویه به هم پیوسته روان آدمی می دارد و بران است که چو شادی بکاهی بکاهد روان، خرد گرددن در میان ناتوان. و در قدرت تأثیر افکار و اندیشه ها بر زندگی میگوید چون اندیشه بد کنی بد رسد. باوری که شاید علم روانشناسی آن را نویافته قلمداد میکند. از ستم ستیزی و ایران دوستی هر جا که مجالی یافته، خصوصا در پایان کار شاهان بزرگ، داد سخن داده و بارها گوشزد کرده است که ستم نامه از شاهان بود. پس خنک من که آباد دارد جهان، بود آشکارای او چون نهان. و همه راستی کن که از راستی نیاید به کار اندرون کاستی. و سرانجام آنچه از خرمن اندیشه سرشار او برمیچینیم، سفارش به نیکی و خدمت بی‌دریغ است. همه خاک دارند بالین و خشت، خنک آن که جز تخم نیکی نکشت. و شاید بتوان گفت اصاره اندیشه بلند او در باب دیگر خواهی و اتصال با جهان آفرینش در این مصرع زیبا و بسنده بازتاب یافته که جهان را همه چون تن خیش خواه. اینها و بسی بیش از اینها را از جان و جهان فردوسی آموخته ایم. او فراسوی مرزهای زمانه خیش بر قله شکوه و جاودانگی ایستاده و به ما حکمت و ادب و اخلاق می‌آموزد. خاک بر او خوش باد که هنوز از پس قرون و عصار، خلق از خام گسترده شعرش رازها روزی می‌برد. با تشکر می‌کنم از سرکار خانم هاشمی بابت مطالب بسیار آموزنده و مهم در خصوص شخصیت بزرگ فردوسی و اشعارش. دوستان، من از فرصت استفاده کردم چون دیدم که شیخ خانی یکی از بخش مهم انجمن‌های ویدیل بوده، همیشه این بخش کمرنگ نشه. و قبل از اینکه ما بریم سراغ پرده خانی، درخواست میکنم از جناب دکتر احسان‌الله شکراللهی، مدیر مرکز تحقیقات فارسی و نماینده بنیاد سدی در هند، که تشریف بیارند و علاوه بر فرمایشات مهم و ارزشمندشون که قطعا ارائه خواهند داد، یه توضیحاتی هم راجع به فن پرده خانی و شاهنامه خانی رو هم برای ما قطعا خواهند داد، یعنی ارائه خواهند کرد که ما انشاءالله استفاده میکنیم. و امیدواریم که اون قسمت
مهم و پایانی این برنامه رو انشالله ایشون خلاصه اجراش رو هم به عهده خواهند داشت. در خدمت جناب استاد شکرالله هستیم. رحمان رحیم، سلام و نور، سلام و سرور. تبریک عرض می‌کنم روز بزرگداشت حکیم فردوسی طوسی رو، روز گرامی داشت زبان فارسی رو. به نوبه خودم سپاسگزار جناب دکتر ربانی هستم که همیشه بانی برنامه‌های با شکوهی برای گرامی داشت زبان فارسی بودن و هستن. و تشکر میکنم از نگاهی شما عزیزان و سروران که افتخار دادید و قدم بر سر چشم ما گذاشتید و خانه فرهنگ ایران رو به قدوم خودتون مزین کردید برای پاسداشت زبان فارسی. فردوسی در طرازی از سخن باشکوهش میگوید: بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پیفکندم از نظم کاخی برند که از باد و باران نیابد گزند. تمام اون چی که جناب آقای دکتر ربانی فرمودن و جناب آقای دکتر خاطری فرمودن و دخترم فرزانه در اون نوشتش اشاره کرده بود رو میخوام با یک خاطره تاریخی خدمت شما مهر تایید بزنم. خاطره تاریخی برمیگرده به صحنه ای که حسنین هیکل، خبرنگار برجسته مصری، از پیشینه با عظمت مصر گفتگو میکنه در یک مجلس ایرانی که مصریان چه بودن، چه کردن، چه آفرینش ها، چه تمدنی، چه فرهنگی، چه آوازه ای. در میانه بحث یک ادیب ایرانی از اون سوالی می‌پرسه: شما با همه عظمت و بزرگی وقتی که اسلام وارد کشور شما شد زبانتون رو باختید مثل هر سرزمین دیگری که اعراب اونجا رفتن، و تنها کشوری که اسلام رو با آغوش باز پذیرفت اما زبانش رو از دست نداد ایران بود. جناب آقای حسنین هیکل، شما چگونه نتوانستید زبان خودتون رو نگه دارید؟ او یک جواب کوتاه داد، مفید و مختصر: چون ما شاهنامه و فردوسی نداشتیم. فردوسی حقیقتاً نگهدارنده فرهنگ، تاریخ، تمدن، اسطوره، آیین و دین ما بوده در طول این هزاره. خب آقای دکتر خاتمی اشاره فرمودن به این نکته مهم که ابزارهای مدد رساند به فردوسی برای اینکه شاهنامه او اثر بکند در جان و روح ایرانی و در جان و روح فارسی دوستان، چنان بنشیند که بتواند اثرگذار باشد. یکی از این ابزارها ابزار نمایشی بود. ایرانی ها با شیوه های نمایشی دین و آیین و تاریخ خودشون رو عرضه می کردن. به عنوان مثال ماجراهای مربوط به تاریخ اسلام رو در قالب شبیه خانی و ماجراهای داستانهای تاریخی شاهنامه رو در قالب پرده خانی و نقالی که ما امروز با همت دو تن از دختران غیور پارسیدان از دیار افغانستان شمه از این پردخانی و نقالی رو شاهد خواهیم بود. استدعا میکنن دوستان کمک کنن پرده رو در اینجا مستقر بکنن تا ببینیم این دختران خوب افغان ما، هنرمندان عزیز، سرکار خانم لیلا عظیمی و سرکار خانم ادیبه هروی، صحنه ای از داستان رستم و سهراب رو برای ما اجرا بکنن.
تا پرده مستقل بشه و دختران منتشر بیارن، من یک نکته رو راجع به این داستان خدمت شما عرض بکنم. داستان از این قرار است که رستم تصمیم میگیره و خستگی طائل بیاد، خواست که بر خستگی آرد شکست، یا دو سه روزی کشد از جنگ دست، سیر گل و گلستانی بکند و شکاری و گردشی به همراه دوست همیشگی خودش رخش به مرز توران نزدیک میشه، نزدیک شهر سمنگان، و در اونجا گورخری رو شکار میکنه و اون رو میخوره و به خواب میره. خب وقتی که او خوابیده بود، اسبش رخش در شرایطی که آزاد بود تو اطراف بچره، توسط سربازان تورانی به سرقت میره، و وقتی رستم بیدار میشه، نگران از این که اسبش چه شده و کجا رفته، زین و یراق اسب رو به دوش میگیره و به سمت سمنگان حرکت میکنه. و سمنگان شهری هست از شهرهای امروز افغانستان. باقی قصه رو از زبان دختران گلمون بشنویم. لطفاً تشویقشون کنیم. پس تو بر من عیب و ننگ مجور،
اکنون دفت در تسخیر تو سهرا ببینه هر پای شیرین گردان پرید را می کند چون یک دل نده آشق گردان پرید و او را تا دل صفه همراهی می کند سهرا دستان گردان پرید را بسته و به سوی دل روانه می شوند وقتی نزدیک دل می رسند گردآفرید می گوید اکنون رسیدیم دستانم را باز کن بازم عشق کار خود را می کند فریب گردآفرید را می خورد و دستانش را باز می کند و گردآفرید به داخل دش می رود و می گوید آهای نگهبانان در را ببندید من ملاحظه تو را از آن خود می سازم عیسی همکار تو با من چی کردی؟ تو با من همون بسته بودی؟ چی شد پیمانت؟ و گردآفرید از بالای دش فریاد می زند به توران برگرد ایرانیان زنان تورانیان نمی شوند تو در پهلوانی همتایی نداری اما اگر شاه کاووس بفهمد که تو از توران لشه آوردی خشم نداری و رستم تو را مغلوب و حیف است که تو بمیری من از تو میکشم امروز جنگ با پایان رسید فردا دوباره برمیگردی آفتاب خورشید سر زد سهراب نمیده بدن بالای اسب مینشیند و به فکر بستن لشکر و سوی حرکت و سوی دل زمین میشود اما دلش خالی از پنج پنج نیست در آنجا هیچ کی رو نمیبینن پس پی میبرد شبنگاه همه فرار کردن پی سهراب دل بدن به دنبال گردآفرید میگردن و با خود میگوید عجب تکه زیبای را از دست دادم عجب آهوی از من رمید ناگهانی آمد دلم ناره بود و و داستان گردآفرید و سهراب همین هنگام به پایان میرسد. خب این قسمتی که ملاحظه فرمودید من ابتدا خیلی مقدر از خدمت جناب آقای دکتر چگینی با همه مشغلهشون در روز جمعه به ما افتخار دادن و با قدومشون پاس داشتن زبان فارسی رو و بزرگداشت فردوسی رو سپاسگزاریم از حضرتتون این قسمتی از پرده‌خوانی که ملاحظه کردید بخش کوچکی از داستان رستم و سهراب بود که این دختران خوبمون اجرا کردن بخش بعدی در واقع این داستان بسیار طولانی بود چون اقتضای مجلس بود که بخش کوتاهی ارائه بشه داستان سهراب گردآفرید رو شنیدید بخش پایانی هم داستان رویارویی رستم و سهراب هست که این دو عزیز نقش این پدر و پسر رو بازی میکنن فقط همین رو من عرض بکنم خیلی ها این سوال براشون هست که چرا و چطور این پدر پسر رو تشخیص نداد و وقتی بارها سهراب از اون پرسید تا یا تو رستم هستی یا نه جواب نداد پاسخ این است او فهمید که سهراب پسر او هست اما نمیخواست در شرایطی که او به نمایندگی از دشمن سرلشکر سپاه افراسیاب است و برای سرنگونی دولت ایران به این سرزمین قدم گذاشته نمیخواست مهر پدری مانع این بشه که دشمن رو از بین ببره پسر رو قربانی میکنه برای کیان وطن و رمز و راز شاهنامه در همین پایایی فرهنگ ایران و زبان فارسی در همین است. خب ما مناظری پدر و پسر و از زبان خانم ادیبه هروی و خانم لیلا عظیمی مجدد میشن. استدامه. هیچ یک از دو قهرمانان کاری را از پیش نبردند.
روز دوم که سهراب نشانه های پدر را در رستم دیده بود و مهر پدر در دلش خانه کرده بود، از او خواست که دست از جنگ بردارد، اما رستم قبول نکرد. روز دوم نبرد آغاز می شود و جنگ تناتن بین پدر و پسر آغاز می شود. آنها دور تا دور میدان چرخیدن، چرخیدن و چرخیدن و چرخیدن و با هم شروع کردن به جنگیدن. در نبرد نخست سهراب و رستم چیره می شود و اما از ما باز هم خامی های سهراب باعث می شود که پدر یعنی رستم او را فریب بدهد. رستم می گوید آهای دست نگهدار، در آیین ما چنین است که روز اول نه بلکه روز دوم حریف را گردن زنید. چون سهراب نبرد اول را چیره شده است، می گوید نبرد دوم که طبعا برنده من هستم و در نبرد دوم باز هم من رستم را زمین میزنم و گردن میزنم. نبرد دوم از سر گرفته میشود بین پدر و پسر و آنها دوباره میجنگند، میجنگند و میجنگند و میجنگند، اما این بار رستم سهراب را بر زمین میزند، خنجرش را برون میآورد و بر پهلوی سهراب میزند. های من سهراب پسر رستم هم. اگر پدرم به تحمل جگرش را در می آورد. از این نامداران گردن کشان کسی هم تای بار کسی هم برد سوی نشان سوی رستم. تو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشم اندرش تیره گشت. به زد نعره و خونش آمد به جوش، به دو گفت با ناله و با خروش. بگو تا چه داری ز رستم نشان، که گم باد نامش به گردن کشان، که رستم منم. تگر تویی چقدر التماس کردم با من مدن، چقدر گفتم مانی این جنگ شوی. در این هنگام رستم متوجه بازوبندی که در به تخمینه داده بود می شود و می گوید خدایا چه کردم؟ فرزندم را با دستان خودم کشتم. ای خدا چه کردم؟ نیمه دلم پاره تنم را کشتم. و می شیند و گرگه می کند و سر به سر خود می زند و فریاد می کشد. اما خیلی دیر شده. رستم دیگه نوش دارو بیاورید، نوش دارو بیاورید، اما خیلی دیر شده و نوش دارو هم نمیتواند فرزندش را به اون برگرداند و داستان همینجا به پایان میرسد. خیلی متشکرم از دخترهای خوبمون از دیار افغانستان، سرگاه خانم لیلا عظیمی و سرتا خانم عدیبه هروی. خب این دومین بار بود که این عزیزان چون نقشی رو اجرا میکردن، امیدواریم که با تمرین و تکرار استاد این فن بشن و تا سالیان سال در بازگویی داستانهای شاهنامه نقشی پا بکنن. خب ما وارد بخش دوم مراسم امروز میشیم، مراسمی که همینطور که در آگاهی نامه مراسم ملاحظه میکنید رونمایی از جلد هفتم فرهنگ آریان در اون گنجانده شده. فرهنگ آریان فرهنگی هستش که نزدیک به 30 سال است استادانی از دیار هندوستان تلاش میکنند برای پدید آوردن آن، تلاشی در ادامه تلاش پیشینیان و تلاشی برای به جا گذاشتن اساره ای از مجموعه اونچه که فرهنگ نگاران هندوستان که پیشگام ایرانیان بودند در تدارک فرهنگ طی سالیان سال این آثار درخشان را از خود به جا گذاشتند.
اما پیش از اینکه دعوت بکنم از سرپرست گروه تدوینگران فرهنگ جناب آقای پروفسور چندرشکر میخوام استدعا بکنم، با اینکه ما از پیش قولی نگرفتیم از شما و با اینکه در واقع فرموده بودید شاید اقتضای فرصت اجازه حضور شما رو نده، با این حال الان که تشویق بودید جناب چگینی واقعا ما حیفمون میاد که دقایقی بهرمندمون نکنید، مخصوصا که شما فردوسی رو و شاهنامه او رو به گونه دستورنامه حکمرانی و دیپلماسی میدانید و ما بارها از زبان شما شنیدیم که فردوسی چقدر خوب راهنمایی میکنه سیاست مردان رو برای اجرای وظایفشون در کار گفتگو و کار سیاست. استدعا میکنم جناب آقای دکتر چگینی که خواهش بنده حقیر رو زمین نندازید و دقایق ما رو حتما بپرونید. استدعا میکنم تشکیلشون بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود روان پاک همه فرزانگان که بر راه حفظ هویت و عظمت ارزشمند و الهی زبان شیرین فارسی در طول تاریخ زحمت کشیدند و در رأس آنها رستم ایران فردوسی بزرگ است. بسیاری دنبال این رستم هستند که این رستم کیست؟ رستم خود فردوسی است که رستم یلی بود در سیستان، منم کردمش رستم داستان. رستم واقعی ما رستم داستان حقیقی ما فردوسی بزرگ است، رستمی که در مقابل ستمگران و زورگویان در عین فقر و سختی که به او تحمیل شده بود سر کرنش برود نیاورد و گفت گمانم که شاه نان بازاده است و ها یه لب نان به من داده است. و فردوسی بزرگ آنجا که رستم را در این افسانه میبیند که چگونه پای بر روی خیش مینهد و فرزند خود را قربانی وطن می کند و به رغم مهر پدری و همه دلایل و قرائن بر این که فرزند اوست محال است پدری پسر را در چنین شرایط نشناسد، اما یک رستم بود و یک سهراب در دو جبهه مختلف، همان گونه که دوست عزیزم آقای دکتر شکراللهی گفت رستم هرگز نامردی نکرد، رستم خودش را زد. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. رستم از رستم گذشت که ایران و سرزمین ایرانیان که نماد صلح و دوستی و تعالی بود در مقابل هجوم افسانه‌گران، ولی اون که سهراب سرلشکر اون لشکر باشد، پشت اون لشکر اندیشه های چین توزانه، غنیمت گیرانه، دشمنی، جنگ، نابودی بود. یا رستم باید رستم را انتخاب میکرد یا ایران. و اینجا بود که رستم آنگونه که این دختران عزیز ما اینگونه زیبا به ترسیم کشوندن سعی کرد رستم را قربانی ایران کنند و رستم چون در مقابل جبهه باطل قرار گرفته بود
نمیتوانست رستمی وجود داشته باشد. این فلسفه امنیت ملی رستم است. این فلسفه انسانیت است که خود از بیان برخواست تا از راستی و درستی و مقابله با کجی و پلشتی دوری کرده باشد. رستم واقعی زبان فارسی خود فردوسی است. همه این داستان داستان فردوسی است. و اگر سر به پای این بزرگ مردی نهیم، سر به پای همه انسانیت نهیم. کتاب شاهنامه کتاب انسانیت، کتاب حکمت، کتاب دوستی ها در سلحشوری، نه کشی و کاستی، در درستی و راستی. و الان رستمی که ما میشناسیم هرگز دشمن خود را ولو دیو سفید باشد به نامردی و نامردمی نمی کشد. این همان رستمی است که دیو را هم از خواب بیدار کرد و فرصت دفاع به خودش داد. پس این رستم همان رستم است. باید دید در کدام جبهه و در کجا می جنگد. و الا همان رستم مهر پدری بر او غلبه داشت. ما هم بایستی درس بگیریم که من هم برای خودم سهرابی دارم. هر کدام از ما برای خود سهرابی داریم که در راه خدمت به انسانیت و بشریت ممکنه مانع ما باشه و باید بعضی وقتا میان سهراب ما و منافع انسانیت و راستی و درستی و رشد و ترقی یکی را انتخاب کنیم. باید اسماعیل را بعضی وقتا برای رسیدن به خدا ابراهیم فدا کنیم. و فدیناه به ذبح عظیم. هر کدوم از ما یه چاه داریم، چاه منفعت، که بعضی وقتا به خاطر اینکه درست حرکت کنی اول باید اون چاه رو پر کنیم، بعد بریم سراغ فتوا. اینکه این همه تحریف در ادیان الهی به وجود اومده در قبل از اسلام مال همین موضوع بوده که قرآن میفرماید شما به خاطر منافع خودتون کتمان حق کردید، بر خدا دروغ و پیرایه بستید و از مسیر راستی به کجی و نادرستی پیوستید. این همون زبان وحی است که قول الحق ولو علا انفسکم. مولا علی علیه السلام میفرماید مردانگی آنجاست که حق را بگویید ولو به ضرر خودتون باشه. ولن تنال البر حتی تنفقوا من با تحبون. هر کدام از ما منافعی داریم که بعضا در راه حق و حقیقت مانع و راده ما میشه. این حکمت فردوسی است. این حکمت فردوسی است که زبان فارسی را تا ابد زنده و جاوید ساخته است. پیف کردم از نظم کافی بلند که از باد و باران نیابد گزند. این کاخی که افراشته کاخی است تا ابد چنین خواهد. مشتی کلمات نیست بلکه گوهرهای درخشانی است که کنار هم که قرار میگیرند سلسله معنویت را و حکمت را و انسانیت را و دوستی را و سلحشوری را در رگهای بدن انسانیت و بشریت میدواند و سلولهای ضعف و کشی و کاستی و گناه را پس میزند. این از فردوسی که ما از اون چنین یاد میکنیم. بسیاری از ابیات فردوسی رو به واسطه آشنایی کمی که من با آیات قرآن و یا
آموزه های دینی دارم وقتی جلو میرم میبینم ای عجب 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 چون اینکه معنی آیه قرآن اینجا برای همین بهش حکیم میگیم. اگر به اون مرد بزرگ مصری گفتن چه شد که شما مصریان با تمدن چند هزار سال به ناگاه در مقابل زبان عربی که همزمان با ایران به سمت مصر آمد اینجوری مغلوب شدید، گفت برای چه ما فردوسی نداشتیم؟ ما اگر فردوسی می‌داشتیم حتما و حتما تمدن مصری را با زیبایی های اسلام مانند ایرانی ها می آمیختیم، عجیب می ساختیم و از او اسلام زیبا ارائه کردیم، نه اسلام خشن، نه اسلام بد ترجمه شده و بد قرائت شده. ما چون فردوسی نداشتیم، بنابراین عرضم را تمام می کنم به این که من معتقدم، شاید هم اشتباه می کنم اما با دلم می گویم انشاءالله که این القاء مثبتی باشد از که فردوسی پهلوان نامی ما و رستم واقعی تاریخ بشریت با کابی از ترجمان وحی و حکمت آموزه های الهی. به روح پرفتوحش درود. تشکر می کنم از حوصله شما، امیدوارم که چنین مجلس بر خودم نمی بخشایم، ای کاش از اول مجلس می بودم. انشاءالله موفق باشید. متشکرم. خب تشکر می کنم از جان سفیر که مثل همیشه ما رو با کلماتی درخشان نواختن و بزم ما رو آراستن با زیباترین اندیشه های برگرفته از آموزه های ملی و دینی. فراموش نمی کنم که در نشستی شنیدم از جناب آقای دکتر چگونی که در مورد نحوه گفتگو در واقع سیاست بین الملل از فردوسی این بیت شاخص رو نقل کردم که چو شمشیر کین را برافراشتی نگه دار پنهان ره آشتی. حتی در زمانه جنگ هم به گونه آدم عمل نکنه که همه پلهای پستر رو بخواد خراب بکنه و امکان آشتی و امکان دوستی سرد بشه. سپاسگزاریم از جناب عالی چگونی بزرگوار. خب پیش از رونمایی از این فرهنگ من میخوام خواهش بکنم از سرپرست گروه مؤلفان فرهنگ آریان، فرهنگی که به نام قوم مشترک ایران و هند یعنی آریایان آراسته است این فرهنگ و فرهنگ چهار زبانه‌ای هست که سه دهه دانشمندان متعددی در اون تلاش کردند و کسی که از ابتدا با این فرهنگ همراه بود و اون زمان جوانترین عضو گروه بود و امروز سرپرست این گروه جناب آقای پروفسور چندرشکر، تشریف بیارم و شمه از تلاش این چند دهه رو به استماع شما حضار محترم برسونم و انشاءالله با حضور دیگر مؤلفان و با حضور سفیر ارجمند و جناب آقای دکتر ربانی رایزن محترم انشاءالله جلد هفتم فرهنگ آریان رو نمایی بشه. استدعا میکنم تشریف بفرمایید جناب آقای پروفسور چندرشکر رو که امروزه رایزن فرهنگی کشور هند در ازبکستان هستند. السلام علیکم جناب سفیر کبیر جمهوری اسلامی در هند جناب کوچگانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند جناب ربانی، استاد گرامی قدر جناب دکتر شکراللهی، جناب دکتر
برای دروس خوندم که تقریبا 30 دهه هست که ما در این زمره یادگیری زبان فارسی هستیم، نه تنها تدریس زبان و حقیقت این فرهنگ برای ما وسیله شد که زبان آموزی را ادامه بدیم. سه دهه که فرمده شد در حدود 5 سال اولی فرهنگ بنیادی فارسی هندی که توسط انتشارات راجکمل به چاپ شد و نزدیک به 1000 نسخه که چاپ بودم، امروز خوشبختانه در کتابخانه های مهم جهان مشمول دانشگاه هاروارد، آکسفورد دیده میشه. وقتی باز خودم عینا موجودگی این فرهنگ دولیلی را در کتابخانه هاروارد و آکسفورد دیدم، کمی احساس شد که کار به نیازمندان رسید. بعد از یک وقفه حدود 6 سال دوباره به تشویق رایگان فرهنگی ما کار را دوباره شروع کردیم و حالا نزدیک به 1.5 دهه هست. حتما دوستان تصور میکنم که چرا ما اینقدر طول میدهیم. ممکنه کتاب شعر در ظرف 2-3 ماه تدبیر بشه. حقیقت است که فرهنگ، ما اون فرهنگ 4 زبانه نمیشه در ظرف یک مدت قریب انجام داده بشه، اگر واقعا فرهنگ باشه. یک دستور عمل فرهنگ نویسی به سال 1963 از پراگ چاپ شده. اونجا اولین جمله‌ای که نوشته شده، آنهایی که میخوان در زمینه فرهنگ نویسی کار کنند حاضر شوند که به زندان تا عمر زندانی شوند آماده شوند. به سال 2008 یا شاید 2009 در همین مرکز تحقیقات، من چرا اسم گرامی جناب مصطفیر از یادم میره، مجلد اول وقتی که رونمایی گردید توی اون مجلد نوشتم با اون مجلد تا به حال در بخش فرهنگ موجود است، کار ماندگاری است این را ادامه بدهید. جمعه شاید بیش از 5 یا 6 واژه نباشد، نه تنها حقیقت بود اور خود به عنوان تشویق نامه بود برای من. بعد چند اینجا در باب این فرهنگ و در مورد عملکردهای فرهنگ را بین حرفهای خودم تعریف می نماید. شاید کمترین این نوعی پروژه توسط یک دولت مجبور ادامه داده شد. اما از بون خلق ممنون و متشکریم و در عنوان نمایندگی این گروه میگویم که ما را اجازه دادن که این کار را ادامه بدهیم.
به 85% کار با رونمایی مدرده هفتون به پایین رسید. حرف میمونو هر دو حروف بزرگی است. اما حقیقت است که واژه هایی که در این هفت مجلد امروز سورد است هفت خان هست و بنده خوشبختانه هم با ایرانیان و تورانیان بوده، امروز در توران هست، در قطار سری سر افراسیاب بیشتر از تاشکند تا بخارا صحبت میکنم سفر میکنم. اون معنی هایی که در توران زمین است و ایران زمین است بازی ها رو هم در اینجا بودیم تا بستر بزرگی زبان فارسی که امروز روز زبان فارسی و ادب فارسی را برای قدر میدانیم از چنئی تا تبلیس هست. تنها با عرض معذرت از ایران زمین نخیزد. ما متشکریم از انگلیسی ها. ممکنه شما ترجمه که من چی را میگم. بنده در تاشکند میبینم که اونهایی که میگن که زبان فارسی اسیر زبان فارسی اینجا است، در تاجیکستان یا در بخارا، اونها نمیتونن متاسفانه زبان مادری خودشون را به خط مادری خودشون را بخوانند. سیرلیکی و امروز رومان شده را میخوانند. اون ابرقدرتی که کل خط فارسی و عربی که زبان مادری را به اون خط مینوشتن از بین برده شد، امروز با وجود کلی که قبلا گفته شد به دلیل معیشت زبان فارسی کمی افول کرده در هند، اما وقتی مقایسه می نماییم از اون کشورهای مادری زبان فارسی، ما سر به افتخار داریم که زبان فارسی در هند تا به حال در چندین معانا زنده و جاوید هست. دیروز بنده در یک جلسه وزارتخونه بودم که بالای 5 میلیون اسناد فارسی داره، شاید نزدیک به 1 میلیون که خود در مرکز نور هست که از آرشیو ملی هند و از جاهای دیگه گرفته شده. تنها یک گنجینه آرشیو ملی که حدود 1,46,000 آفرین با جناب آقای خواجه پیری که اینا روش اونجا گرفتند و اون را فوتوکوپی نمودند و مجلس کردند. این ورثه زبان فارسی فرهنگ انسانیت را برای همیشه احیا داده و انشاءالله خواهد داشت. منظورم این که زبان فارسی همیشه به عنوان یک پل مدنیت و فرهنگ بوده و نسل بعد از نسل ادامه داره. این سال دانشگاه دهلی 100مین سال تاسیس خودش را برگزار می‌نماید و از اولین گروه‌های
دانشگاه که تاسیس شده بود خود زبان فارسی بود. یعنی امروز خود گروه فارسی دانشگاه دهلی صد ساله خودش را به پایان رسانده است. استاد حکمت از اون اساتیدی بودن که زنجیری سخنرانی ایشون در دانشگاه دهلی بود و از همان سخنرانی ها کتابی به نام نصاب جدید فارسی سال هاست که در دانشگاه دهلی تدریس میشه. این هست زبان فارسی و در دهلی و در جاهای دیگه. من میشد مصدر خاطر گرامی شما ها نمیشم. استدعا می نمایم از همکاران خودم استاد پروفسور گوبین پرساد، استاد عبدالرشید، جناب مدکر تیواری، استاد پروفسور گرگیش که اینشون این روزها در دانشگاه سمرقند هستند. این هم جالبه که از ماها بیشتر در این سرزمین های فارسی میگرد و ایشون اونجا رفتند و تاجیکی رو خوبی یاد گرفتند. ما این فشهای خودمون رو میبریم و خودمون کارها رو اونجا به پایین میرسنیم و میاریم. بعضی وقتا واژه های فارسی که در هند و ایران هست و مانی هایش رو دیگه گونه میبینیم اونجا، بعضی جا هم اضافه نه که این مانی امروزی ازبکی ها هست. مثلا ما میگن به عرض مرحمت یا رحمت میگن بعد بهشون گفتن این هست ارزشی نداره. اونا میگن عرض مایده به ازبکی. برای اول که این واژه رو شنیدم دوباره بگیم گفت عرض میده. آقا این فارسی گفت نه ازبکیه، ترکیه. باید ترکیه حتما نمیدم که ترکیه نیست. این که شما ازبکی هستید. البته این فارسیه. مستجی منو گفتم این مرکبه. با یک جزء فعل هم داره. گفت اصلا چی؟ گفت این هست ارزشی می داره. میم منفیه که شما اون رو اینجوری اول قبول نمیکرد. خوشبختانه کل مجلدات را هم خودم دارم دارم و هم مال معین و خدای فرهنگ سخن این منظره بودی نیست، زبان فارسی، زبان مادری من نیست، این فرهنگ نامه هست اینجا داریم. اگر اینا را هم نپذیرید شما به هر چه میکنید بازم با قجبسی پذیرو مثل فارسی از رگه خویی شما نمیره بیرون هر چه میره. معبدهای آتشی در خارج هم نیست هیچ. چند اینجا برسد تا ارال در یک ارال تا ترمیز زرتشتی هم هستن بازی ها اما نشانه های زرتشت نیست. من بسید شما کل بخارا را که من درسته بازی وقتا میگم اینا را بودها بودن و از ویهارا بخارا شد اما این پسندیده ترین منطقه خود زرتشت بود. و جالبه در عرض ایچان کلان در خیوا وقتی که استاد ما دکتر شناخ صدیقی ما را در کارشناسی درس می دادن و جنابی دون خارزمی را می شنیدیم که چجوری خارزمی ها را حالا او دیگران از اونجا راندند و در زمان التتمش اینرهان تا سامانه رسیدند و
به این که هوای هند خوششون میاد و به همان طرز حلاکو از اینجا برگشت با چنگیز خان. وقتی رفتیم ایچان کلان دیدیم اونجا روی بازی ستونها علامت سواستیک هست. داستان ها اونجا هست که خانم های هندی را از اینجا بلند کرده برده بودند. مثل همین که در فتح سیکری برای جودبایی یک خانه درست کرده بودند که راجپوتنی بوده. در اون منطقه هم برای خانم های هندی بازیجاها ستونه های چوبی درست کردند که روی اون علامت سواستیک هست و این پول فرنگی بود که امروز هم اونجا دیده میشه. بهرحال من از دوستان استفاده میکنم تشریف بیارن بالا. حضرت علی جناب سفیر کبیر برای من افتخار است که مجلد هفتم به دست مبارک جناب علی امروز رونمایی میگردد تا این باعث تشویق میشه برای ما که این کار رو شاید در همین زندگی به پایان برسونیم. من به استفاده میشم. خب من استدعا میکنم استادان ارجمند گروه مؤلفین جناب آقای گوبن پرساد و جناب آقای پروفسور عبدالرشید و جناب آقای مدوکر تیباری افتخار بدن تشریف بیارن و همینطور تعدادی از استادان مدرسه حاضر در مجلس سرکار خانم پروفسور حسینی، سرکار خانم پروفسور قمر قفار، جناب آقای دکتر سید کریم اصغر و جناب آقای پروفسور شنیم الحق صدیقی تشریف بیارید برای رونمایی این اثر ارجمند جلد هفتم فرهنگ آریان. استدعا میکنم تشریف بفرمایید. به احترام همه استادان که طی 30 سال زحمت کشیدن برای تدوین این فرهنگ ارزشمند استدعا میکنم یک کف مرتبی بدهم. Hayır.
آی دکتر شده آی در واقع برابر اصل شاهنامه فلورانس انجام بدید. این شاهنامه فلورانس گفته میشه قدیمی ترین نسخه در دست از شاهنامه فردوسی است که به همت مرکز میکروفیلم نور در واقع آماده شده. اگرچه گفتم که قدیمی ترین نسخه شاهنامه در بمبئی در مؤسسه کامان، اما کسی هنوز به اون دسترسی پیدا نکرد. اما این نسخه اساس آخرین تصحیح شاهنامه از توی آقای پروفسور دکتر خالدی مطلق بوده که اینجا با زیبایی توسط مرکز فیلم نور رو نمایی شد. آقای شهاب خاجی‌پیری اگه هستن ایشون هم تشریف بیارن برای بونمایی. تشکر میکنم از خدوم حکایت سروران ارجمند که افتخار دادن برای رونمایی از فرهنگ آریان تشریف آوردن. حتما به قلم مبارکشون یکی بله دروی چشم. و ما معمولا یکی از سنت ها میکنه که با آواز هندی و شعر ایرانی میریم به استقبال پذیرایی بعد از مراسم. بنابراین دعوت میکنیم از آقای دکتر شنیم الحق صدیقی که دقایقی رو برمن بکنن از شعر با شکوه شاهنامه با لحن هندی. بفرمایید. سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر چگینی و رایزان محترم فرهنگی آقای ربانی و مدیر مرکز دقیقات آقای شکرداری و حضار محترم و عزیز دیگر، ابیات پیچم از آواز شاهنامه ملاحظه بفرمایید. بدین ترتیب روحی ایرانی را در بدن هندی مجسم می‌بینم. به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند جان و خرد، قدیم برتر اندیشه نبگذرم، قدیم برتر اندیشه برنگذرم، به نام خداوند جان و خرد، خداوند نام و خداوند رای، خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزی ده و رحمان، خداوند روزی ده و خداوند رحمان، به نام خداوند جان و خرد،
کدیم بر تر اندیشه برن گذرم ز نام و نشان و گمان بر ترم ز نام و نشان و گمان بر ترم نگارم دے ورش دے گوہرم نگارن دے برش دے گوہرم به نام خداوند جام و قرار نیا یا نیا نا نیا بد به تو نیز اندیش را نیا یا به تو نیز اندیش را که او برتر از نام و از جایگا که او برتر از نام و از جایگا به نام خداوند جان و خرد یقین دان که هر گز نیاید پدید یقین دان که هر گز نیاید پدید به بهمندر آن کل که وهم آفرید بهمندر که آن کل که وهم آفرید به نام خداوند جان آفرید جان و خرد سخن هر چه دین گوهران بغض را سخن هر چه دین گوهران بغض را نیاید به دورا جان و خرد نیاید به دورا جان و خرد به نام خداوند جان و خرد توانا بود هر که دانا بود توانا بود هر که دانا بود به دانش دل پیر برنا بود به دانش دل پیر برنا بود به نام خداوند جان و خرد از این پرده برتر سخن گاو نیست از این پرده برتر سخن گاو نیست ز هستی مر اندیشه را رها نیست ز هستی مر اندیشه را رها نیست به نام خداوند جان و خرد جمالون شد هستی کردگار جمالون شد هستی کردگار دیگر خاطر خویش رنج مدار دیگر خاطر خویش رنج مدار به نام خداوند جان و خرد کدیم برتر دیشه برن گذرد به نام خداوند جان و خرد به نام خداوند جان و خرد قربان شما خب اگرچه خارج از برنامه هست اما رسم انجمنهای ادبی بیدل اینی که خیلی ما به یک برنامه کادر بندی شده مقید نیستیم. جناب آقای دکتر بلرام شوکلا از پژوهشگران طراز اول زبان سانسکریت و فارسی و از مترجمان خوب به زبان فارسی حضور دارن و من میخوام ازشون خواهش میکنم بیان برای ما یک شعری بخونن به رسم انجمنهای ادبی. یکی از غزلهاتون رو برای ما بخونید که نقطه پایان باشه بعد این نشست امروزمون انشاءالله. تشویقشون بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام دارم در خدمت تمام اساتید و دوستان، به خصوص اساتیدی که ما دست پرورده ایشان هستیم در صفحه اول این برنامه. آقای پروفسور چندرشکر تشریف فرما هستند که فرهنگ ایشان که 30 ساله طول گرفته الان هم جاری و ساری هست. بسی رنج بردن بر این سال 30، ولی برای ما هندیان خیلی کار عظیمی است که این تمام واژگان برای ما آشکار می شوند. اجداد ما براه راست، یعنی مستقیماً توانستند که فارسی را از فارسی بهره ببرند، ولی ما که در اون عهد هستیم که فارسی از بین رفت متاسفانه. آقای چندرشکر از کسانی هستند که پل را تعمیر می کنند که ما بی بهره نمانیم از اون سرمایه، از اون سرمایه فارسی که در اصل سرمایه ما هم هست و خواندن فارسی در اصل توسیع ارواح خودمون هست. اینطور ما میبینیم. استاد فرمودند که من یک شعر را قرائت کنم. در اصل من اصلا آماده نبودم، باز هم من میبینم که چند بیت یک غزل من در بر دارم. شعر است که دلم چو عرش مولاست رشک دیر و کنشت، دلم چو عرش مولاست رشک دیر و کنشت، تو را الهه بسازم بیا فرشت سرشت، تو را الهه بسازم بیا فرشت سرشت. خدا کدام پسندد ببینم ای زاهد، خدا کدام پسندد ببینم ای زاهد، مکان زنده دل یا مکان مرده خشت. و این شعر ادامه دارد ولی متاسفانه از بر نیست. من خیلی سپاسگزارم که ما را اینجا خواندند. استاد خیلی سپاسگزارم. جناب سفیر در ادامه این قافیه فرمودن انشالله که ببینید شما را در بهشت. حقیقتا آقای دکتر بلرام شکلا از اون افرادی هستن که احساس میکنیم ما بهشت رو همینجا برای خودشون پدید آوردن. شهریار سخن پارسی محمد حسین بهجتی میگوید که به جنت جنگ شیطان بود و آدم، خدا هم عذرشان رو خواست از دم، فرور با قلبشان اینجا و پرموز، جهنم با بهشت اینجا در هم. اگر صلح و صفا دنیا بهشت است، اگر جنگ و جدل دنیا جهنم. حالا آقای برنام شکلا از اون افرادی هستن که همینجا بهشت رو برای خودشون ساختن و همیشه لبخند میزنن. خب قدوم یکایی که شما رو پاس میداریم، مجدد تشکر میکنیم از حضور ارجمند یکایکتون. خاک رو به مقدمتان مژگان چشم 83 نشست انجمن ادبی دیدر رو به پایان رساندیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به 100 دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. به افتخار خودتون.
بله همه عزیزان رو دعوت میکنم برای پذیرایی بعد از مراسم. Thank you.